پاسخ خیلی روشن پاسخ. در مجلس اتفاقا این رو به عنوان یکی از ایرادهای اساسی مطرح کردن، گفتن یکی از نقاط بعد از 40 روز که 40 روز هزینه بریه، 40 روز هزینه بریه، روزی 100 150 میلیون دلار از وقتی که میتونستیم تصویب کنیم خرج داریم، یعنی تا الان این گزارش 3 میلیارد دلار فعلا کنتور انداخته. 3 میلیارد دلار میشه آبادان رو دوباره آباد کرد باش. وقتی توی یک رقابت و توی مناظره طرف یه حرفی میزنه، آدم میبینه که خب هیچی هم اگه نگه هم حساب که دستش خالیه، هم مردم واقعیت ها رو نمیفهمن، هم خود طرف فکر میکنه حافظه ما دچار مشکل شده، یاد ما رفته این چیزا، یادمون که نمیره. خیلی سازمان تحریم با اجرای این توافق شکسته خواهد شد، چه دیگران از این لفظ خوششون بیاد چه بدشون بیاد. ترک ها در سازمان تحریم از دیشب آغاز شده و هر چه زمان بگذره فاصله این ترک ها بیشتر خواهد شد. مردم ما که بالاخره یه امیدی پیدا کردن به طور واقع برای یه چیزی که قطعا به دستشون اومده، امید زدایی میکنید، سیاه نمایی میکنید. ایرانیان همچون قدرت‌های جهانی از توافق هسته‌ای 6 ماهه به عمل آمده در ژنو سه خرسندند. Today, the United States, together with our close allies and partners. عصر بخیر. امروز ایالات متحده آمریکا به اتفاق متحدین و شرکای نزدیک ما نخستین گام مهم را به سوی یک راه حل جامع برداشتند که به نگرانی‌های ما نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. بالاخره توافقی تاریخی بین ایران و آمریکا حاصل شد. اکثر تحریم‌هایی که ایران شده تحریم‌های اقتصادی‌اند. با کاری که آقای ظریف کرد، همین الان دارایی‌هایی که از ایران آزاد کردن، کاری که دیگه کردن، به نظر من وضع خیلی بهتر میشه. امروز تونستیم توی بازار ببینیم که چی شد، دلار، سکه، اینا همه معلوم بود چی شد. برخی تحریم‌ها کاملاً برداشته میشه، مثل تحریم پتروشیمی، مثل تحریم طلا، مثل تحریم فلزات گرانبها، مثل تحریم خودرو. برخی تحریم‌ها، هر گونه تحریم جدید متوقف میشه، هیچ تحریم جدیدی ایجاد نخواهد شد. برخی تحریم‌ها از افزایش پیدا می‌کنه، امکان دسترسی ایران به امکانات بانکی فراهم میشه، به بسیاری از منابع مالی ایران که به صورت غیرقانونی در خارج محدود شده بودند در اختیار ایران قرار می‌گیرند. شما پول دیدی ما هم ببینیم، دیدی شما چیزی موجود ندیدیم. ایران عملیات احداث راکتور پلوتونیومی خود را متوقف خواهد کرد و با آغاز بازرسی های جدید دسترسی وسیعی به تأسیسات هسته‌ای ایران فراهم خواهد شد که به جامعه جهانی اجازه می دهد تا نسبت به اجرای تعهدات ایران اطمینان حاصل کند. اگه دوست دارید بدونید در توافقنامه ژنو چی دادیم و چی گرفتیم، با ما پای گزارش شجاعی قالیباف بنشینید. همچنین تعهد داده چند تحریم رو لغو کنه، شامل رفع تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران و خدمات مرتبط با این صنعت و رفع تحریم تجارت طلا و فلزات گرانبها میشه و از این قبیل لغو تحریم ها. ما که نهیدیم اونجا یه چیزی رو ببینیم، آخه نهیدیم که نهیدیم تأثیرشو تأثیرشم هیچ تأثیری ما نهیدیم، فرقی اصلا کرده نه، هیچ فرقی نکرده بازار. چه اتفاقی افتاد؟ میشه چه فهمیده؟ اتفاق خوبه شدی؟ تأثیر نداشت؟ نه،
شما تاثیر شدی تو محله. والا فقط بازار خرابتر داره میشه. به قول بالاتر میره خرابتر میشه. تعهد دیگه ای که 5 به علاوه 1 که البته مهم هم هست، تعلیق تحریم صنعت خودروسازی و خدمات مرتبط با این صنعت. در مورد هواپیماهای غیر نظامی از جمله هواپیماهای مسافری هم 5 به علاوه 1 متعهد به برقراری صدور گواهی و عرضه و نصب قطعات یدکی شده. به ما میگفتن که کدام یکی از این تحریم‌ها به نظر شما اولویت داره، ما چی بگیریم از اینا؟ ما میگفتیم شما تحریم‌های نفتی رو بگیرید. به نظر ما بانک مرکزی میگفتش که شما تحریم بانک مرکزی اولویت بیشتره، چون ما بتونیم پول جا به جا بگیریم. خب به چه درد میخوره من افساده بگیریم؟ کشتیرانی میگفتش که آقا این کشتیرانی ما رو لغو کنیم، ما اگه کالایی نتونیم وارد بکنیم. هر کی اونجا حرف خودش رو میزد و دو روز ما رفتیم آمدیم، بالاخره هم یه اولویت های گذاشت. اشتباه هایی که از کسانی که گفتن آقا شما روی تحریم پتروشیمی هیچ امتیازی ندید، خود پتروشیمی بود، دوستان از بخش خصوصی پتروشیمی بودن، میگفتن ما داریم کارمون انجام میدیم، ما داریم تولیدمون میکنیم، داریم صادراتمون میکنیم، پولمون رو تو خارج داریم میگیریم، جا به جا میکنیم. اگر ما نگفتن پتروشیمی هیچ امتیازی بهشون ندید، بگید اصلا ما لغو پتروشیمی اصلا نمیخوایم. اتفاقا یه رفته بودن گفتن ما میخوایم پتروشیمی شما لغو کنیم. پتروشیمی رو که اینا اون موقع میخواستن به ما بدن ما قبول نکردیم، این آقایون با بهبه و جهجه و تبلیغات و دستاورد اینا اینی که قرار بود بدن ما نگرفتیم. شما با بهبه و جهجه و ما پتروشیمی گرفتیم، پتروشیمی گرفتش کار خود چه میکنه؟ هیچ تأثیری هم نداره دیگه. الان هر کاری میکنی برد برده، ضرر ما نداریم، هر حرکت تو مملکت میشه برد برده. تمر این اقتصاد رو فلج کرده آقا، ول اینا همش به علت تحریمه. متخب حالا چه میشه کردی؟ چون شما میخواید میگیریم. اصل مطلب این نیست جانم. وقتی تو یک رقابت و توی مناظره طرف یه حرفی میزنه آدم میبینه که خب هیچی هم اگه نگه هم مثلا که دستش خالی، هم مردم واقعیت ها رو نمیفهمن، هم خود طرف فکر میکنه حافظه ما دچار مشکل شده، یاد ما رفته چیزای یادمون نمیاد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های مربوط به بیمه، مربوط به حمل و نقل، تمام تحریم های مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبها، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. کنه دیگه، این که دیگه مسلمه، ولی خوشحالی مردم، کسب و کار، بازار، رونق بازار، ما این مرگ و میرایی که ما داشتیم توی هواپیمایی هر سبت که دارو تحریمای ظالمانهی که اونا انجام دادن الحمدلله با تدبیر درست شد، همش هم اوکی شد، بهتر میشه. همین الان قیمت دلار سقوط کرده، همین الان قیمت مسکن داره میاد، همینجوری داره میاد پایین. با کاری که آقای ظریف کرد، همین الان دارایی‌هایی که از ایران آزاد کردن، کارهایی که دیگه کردن، به نظر من وضع خیلی بهتر میشه. امروز تونستیم توی بازار ببینیم که چی شد، دلار، سکه، اینا همه معلوم بود چی شد. در نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور با اشاره به رکود اقتصادی و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف در بورس تاکید شده که باید به ابهاماتی که در بازار ایجاد شده سریع واکنش نشون داد. در این نامه از بعضی از سیاست‌های اقتصادی هم انتقاد شده. Now you can go back to the interim agreement and we have the same. میتونید برید و ببینید که در توافق موقت نیز ما همین روایات متقابل رو داشتیم. میدونید اونها نقطه نظر خودشون رو مطرح میکنن و خب روشنه که ادعا دارن ما هم نقطه نظر خودمون رو مطرح کردیم.
توافق موقت رو هم که نگاه کنید میبینید اونها تفسیرهای متفاوتی رو طرح کردن، اما وقتی پای اجرای توافق به میان اومد آنچه ما طرح کرده بودیم اجرا شد و پیش رفت. حتی منتقدهایی مثل اسرائیل هم پذیرفتن که کار بکنه و ایران به توافق عمل کرد. آمریکا آخه گرگ یه زیرکی داره، یه هوشی داره، یه عقلی داره، حسابگرانه کار میکنه، دندون تیزم داره. این که حالا این عبارت حضرت امام و رهبر انقلاب دیگه رابطه گرگومیشون رابطه گرگومیشی که الان دیگه ما در 35 سال این گرگو بی دندون کردیم. یکی از کاندیدا به یک قسمتی یک جلسه یه چیزی رو اشاره بکنه، وقتی اونه گفت من صدها جلسه تو ذهنم رژه رفت. اصولا هیچ کشوری در دنیا بدون تفاهم با آمریکا تا به حال غنی‌سازی نداشته که شناسایی بشه توسط آژانس. میگن آژانس شناسایی میکنه، ولی فقط کشورهایی هستن که تونستن توافق جداگانه بر مبنای مقررات آمریکا با آژانس داشته باشن. هر وقت مذاکرات ما به این نقطه جدی میرسید، آقای جکسترا یه سفری میکرد به واشنگتن، خیلی هاشم بدون اعلام و بر حسب اینکه چقدر بتونه اونجا پیش بره برمیگشت و ما هم وضعیت رو به همون اساس میفهمیدیم و خودمون رو تنظیم میکردیم. خاطرم از این دوستان بعد از این اتفاقاتی که افتاد، انعطافی که نشون دادن، خیلی تلاش کرد که حتی اگه میشده چند تا سانتریفیژو نگه دارن. و بعد میبینیم که آقای جکسترا مثلا میاد و صحبت میکنه و میگه کمال مثلا این امکان نداره و من الان در مثلا تو قطار در فلان مثلا جا نشستم دستشویی فلان. خب خیلی تحقیرآمیزه که بیاد این آدم با جمهوری اسلامی را میتونه با این ادبیات صحبت بکنه. So I say hang on and I go to the lavatory and then find out what he wants. And what he wanted was essentially to amend this deal. He said, well, you know, we did say none, but actually we mean 20. I said I have to call him back because by this stage, trying to negotiate on something as important as this from a train lavatory and with the computers wanting, I think somebody's actually at the door wanting to make use of the loo for its proper purpose. آقای ظریف شما میبینید هر چی به جال دوربین صحبت میکنه اصلا نمیفهمید کدوم جهت داره فکر میکنه، ناراحت، عصبانی، خسته است، میخواد این دارم همیشه یه جور. اما اون که میشینه صداشو که بلند میگه خود اینا میگن که این قتل کاخ کوبر میلن. آمریکا از کلی تواند با یک بمبش تمام سیستم دفاعی ما را از کار بندازه، از سیستم دفاعی ما میترسید. اینجا بندر عباس و این کشتی ایران شاهد حامل کمک های غذایی و دارویی هلال احمر. A couple of months ago, I guess it was, when you saw a convoy coming down out of Iran heading towards Yemen. I was on the phone in an instant to my counterpart and made it very, very clear that this could be a major confrontation. We were not going to tolerate it. تا اینجای کار 2500 کیلومتر طی شده و 650 کیلومتر مونده تا باب المندب. And he called me back indeed within short span of time and said they will not land, they're not going to unload anything, they're not going to go out of international waters, and then they went home. گذاشتند ایران شاهد خود شاهد انتقال کمک های مردم ایران به مردم یمن باشه، اقدامی که إلا ما قال علي بن الحسين أبو الموت تهددوننا يا أبناء الطلقاء، أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله شاهد. وقتی که یک لبخندی زدن به روی مسئولین جمهوری اسلامی، وقتی دقت کردید یک خنجری در پشت سرشون مخفی کردن، از تهدید دست بر نداشتن.
نیتشون عوض نشد. خنده تاکتیکی، لبخند و روی خوش تاکتیکی بچه ها رو فقط فریب میده، کودکان رو فریب میده. یک ملت بزرگ با این تجربه، مسئولین برگزیده یک چنین ملت اگر فریب بخورن خیلی باید ساده لوح باشن، یا باید ساده لوح باشن یا باید غرق در هوا و هوس باشن، دنبال زندگی راحت و خوش و همراه با عافیت باشن، بخوان بسازن با دشمن. ولا اگر مسئولین کشور باهوش باشن، دقیق باشن، مجرب باشن، پخته باشن، دل در گرو منافع ملت با همه وجود داشته باشن، گول لبخند رو نمیخورن. صورت قضیه این است که بیایید مذاکره کنیم، اما در کنار مذاکره تهدید که اگر مذاکره به این نتیجه مطلوب نرسد پس چنین و چنان. این شد مذاکره؟ این همون رابطه گرگ و میشه که امام گفت رابطه گرگ و میش ما نمیخواییم. خبرگزاری ها از روبرو شدن و دست دادن و احوال پرسی اوباما با وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر دادند. بنابراین اخبار، آقای ظریف پس از سخنرانی رئیس جمهور دیشب به همراه دو معاون خود در حال خروج از سالن مجمع عمومی بود که در یکی از راهروهای فرعی سازمان ملل با اوباما و جان کری و همراهان آنان مواجه شد. این مواجهه تقریبا یک دقیقه بود و به دست دادن اوباما و ظریف منجر شد و سپس جان کری اعضای هیئت ایرانی را به اوباما معرفی کرد. قصه ای گفت که زاریم ز ما در گذرید، هفت سر عائله داریم ز ما در گذرید، پای از این جاده بدزدید سلامت این است، نشنیدید که گفتند سفر سنگین است، ای جماعت نه اگر بیش کمیار کنید، که ای شما روزه گرفتید که افطار کنید، دل مبندی که صد فتنه در این پنهان است، این همان قصه اسلام ابو سفیان است، محرمان بایدشان سیلی شاید خورده و عمل قفل اگر مرد بیاید خورده، الغرض در همه قافل یک مرد نبود، یا اگر بود شایسته ناورد نبود، الغرض در همه قافل یک مرد نبود، یا اگر بود شایسته ناورد نبود.